امروز با آذین ساداتی هستیم، دبیر دفتر زنان حزب ایران نوین. در هفته‌های گذشته با دبیران دیگر دفاتر حزب ایران نوین گفتگو داشتم که هر کدوم مخاطبین حزب رو در جریان برنامه‌ها و چشم‌اندازهای دفتر مربوط به خودشون قرار دادن. میتونید این گفتگوها رو در یوتیوب، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام، کانال تلگرام حزب ایران نوین تماشا کنید. آذین گرامی چند ماه پس از اعلام موجودیت حزب ایران نوین به ما ملحق شد و همکنون عهدهدار دبیری دفتر زنان حزب ایران نوین هست. من ابتدا از آذین میخوام که خودش رو این مقدار برای مخاطبین ما معرفی کنه. آذین جان، درود بر شما. درود میفرستم به شما نسیم جان، همچنین درود و سلام به همراهان ایران نوین. من آذین ساداتی یا ساداتی شمونسل، دبیر دفتر امور زنان حزب ایران نوین، متولد ساری هستم، دانش آموخته کارشناسی مجسمه سازی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد اقتصاد هنر از باز هم همون مشهد هستم و در مدتی که در آلمان زندگی میکنم اینجا در زمینه تجاری تحصیل کردم و در حال حاضر هم کارشناس درآمد شهر اشتوتگارت هستم، عضو زنان لیبرال آلمان و عضو هیئت رئیسه لیبرال فیلپال در ایالتمون یعنی بادن‌وورتمبرگ هستم. بسیار عالی. آذین جان، همونطور که اشاره کردی دبیری دفتر زنانی که مهمترین دفاتر حزب ایران نوین رو بر عهده داری، من میخوام که یک مقدار برای مخاطبین حزب از برنامه هایی که این دفتر داره بگی، مخصوصا با نزدیک شدنمون به سالگرد قتل جاویدان مهسا امینی، و برامون بگی که در تدوین برنامه ها و چشم اندازی که پیش روی خودت میبینی در دفتر حزب ایران نوین، حالا چه پیش از براندازی، چه در دوران گذار و چه پس از اون، از چه منبعی، چه چیزی الهام میگیری؟ و خب همونطور که ما در مرامنامه حزب ایران نوین اشاره کردیم، ما تجربه اینی که پادشاهان پهلوی رو چراغ راه خودمون در حزب ایران نوین قرار میدیم، اما میخوام یک مقدار به طور خاص درباره این موضوع با همون صحبت کنیم. بله، همطور که اشاره کردی در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و خیزش ملی ایرانیان هستیم. بنابراین من ابتدا درود هم میفرستم به تمامی ایرانیانی که در سر تا سر این کره خاکی صدای انقلاب ملی ایران بودند و هستند، جوانان و زنانی که خواب را از نیروهای حکومتی گرفتند و پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو در هم شکستند و ضمن اینکه با حجاب اجباری مبارزه میکنند، از ابعاد دیگر خشونت، تبعیض، نابرابری، توسعه تروریسم و جهل در جمهوری اسلامی در ایران عزیزمون غافل نیستند و همینطور نرمال سازهای حکومت رو اهم از اصلاح طلبها، تحولخواها و اصولگرایان رسوا میکنند. اگه بخوام خیلی خلاصه برای شما بگم که ما در دفتر امور زنان حزب ایران نوین چه میکنیم، میتونم اینطور شروع کنم که ما با وام گرفتن از ساختارگرایی پدر ایران مدرن یعنی رضا شاه سعی میکنیم با بررسی چالش های سیستماتیکی که زنای ایرانی باش مواجه هستند اهدافی رو در نظر بگیریم و در مقابل چشم اندازهایی رو هم ارائه بدیم. حالا من چرا از ساختارگرایی رضا شاه میگم؟ چون رضا شاه ایران فرو رفته در شاعرانگی افیون رو در دوران پیش از پهلوی رو توسط ساختارگرایی تغییر داده و با نظم و برنامه ریزی شکل تازه‌ای به ایران و حقوق زنان ارائه کرده. از طرفی ما بر این باوریم که اندیشه و خردگرایی در برابری حقوقی از به صرف داشتن بدن زنانه ارجحیت داره. از این رو روش و اقدامات ساختارگرایانه رضا شاه رو به عنوان الگویی از روش برخوردمون با نابرابری های اجتماعی. البته باید اشاره کنم که این نابرابری ها در جایی هم به حقوق مردان ایرانی گره میخوره، اونجایی که اونها به عنوان شهروند درجه دوم به رسمیت شناخته میشن. از اونجایی که ما در دفتر امور زنان تفاوت‌های جنسی و جنسیتی رو به رسمیت می‌شناسیم و در ضمن متنوع بودنمون خواستار برابری حقوقی هستیم، درباره همکارانمون هم در دفتر امور زنان نگاه جنسیت محور نداریم و خیلی برای ما مهمه که افرادی که با ما کار می‌کنن از تخصص‌ها، توانایی‌ها و تجربیاتشون بهره ببریم و اهدافمون رو همگی با هم به اتفاق هم پیش ببریم.
بیشتر بخوام توضیح بدم، ما سعی میکنیم با تکیه بر توسعه لیبرالیسم در واقع به توسعه آموزش و ترویج در حوزه حقوق زنان در واقع برنامه هایی رو به زودی ارائه کنیم، برنامه هایی که مبنای اون توسعه حقوق زنان ایرانیه از هر کجای ایران زمین، و بنابراین در عین حال باورمندی به ایران و میهن دوستی ایرانی برای ما خیلی حائز اهمیته. از طرفی از اونجایی که همطور که در واقع حزب ایران نوین مطرح هست، ایران رو ما کشور اسلامی نمیدونیم بلکه کشور ایران میدونیم. از همین جهت سعی میکنیم که در شکلگیری اهدافمون و برنامه هامون نسبت به ادیان روی کردی خونسا داشته باشیم و دین عامل امتیاز گروه خاص نباشه، و این خیلی برای ما داره ارجحیته. ما چند وقتی که در دفتر امور زنان ایران نوین پروژه‌ای را آغاز کردیم که در آینده زود از اون رونمایی خواهیم کرد. این پروژه در راستای اهداف ما برای شناخت چالش‌هایی که زنان ایرانی به طور سیستماتیک باهاشون مواجه هستند طراحی شده. این پروژه یک پروژه تعاملی یا حالا اینتراکتیوه و تا حد بسیاری مسیر به انجام رسوندن پروژه‌های آتی دفتر امور زنان رو هموار کنه. اگرم که در واقع همراهان ایران نوین به موضوع حقوق زنان و برابری اجتماعی علاقه من هستن، من فکر کنم که خوبه که با دنبال کردن حزب یا با تماس با حزب با ما در ارتباط باشن، پیشنهادات و نظراتشون رو در اختیار ما قرار بدن، قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما سعی میکنیم که از تخصص و دانش علاقه مندان در حوزه زنان در برنامه مختلف و متنوعی که ارائه خواهیم کرد استفاده کنیم. بسیار همیشه عالی آزین جان، به پروژه اشاره کردی که به زودی از دفتر زنان حزب ایران نوین داره روش کار میشه و به زودی از اون پرده برداری خواهد شد. اوکی، من فکر میکنم که ما به زودی باید یک گفتگوی دیگه با همگی داشته باشیم، حالا چه در این قالب یا چه در لایو، و درباره اون پروژه و جزئیاتش بیشتر به ما توضیح بدی. اما امروز ازت سپاسگزارم که ما بودی و مخاطبین حزب رو در جریان اونچه که در دفترت میگذره قرار دادی. خیلی متشکرم از شما، از همراهانتون و بینندگان برنامهتون. وقتتون.